با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم در این 29 روز از 8 ماه در 14 سال از 3 هزاره. ساعت پایانی برنامه هفتگی میان تیوی رو با هم دیگه دنبال میکنیم. سپاس از شما خوبان و نازنینان که در بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسانید. از همه مراهم شما سپاس گذارم. همطوری که روی مانیتورتون ملاحظه میکنید و برای دوستانی که از طریق رادیو برنامه ما رو دنبال میکنن، دو تا نکته رو در مقدمه میگم. ما همچنان در کش و قوسیم با ماجرای جی الویز و تا این دوشنبه هم در اینجا تعطیل است و مسائل خودشو داره تا سه شنبه ببینیم که چه پاسخی جی الویز به ما خواهد داد. ولی همواره شما میتونید از طریق تلفن همراهتون اسمارت فون، از طریق آیفون و آیپد و از طریق تیونینگ رادیو، از طریق شاتکست، از خیلی راه‌های دیگه میتونید صدا و تصویر ما رو داشته باشید. به هر حال اون دسته از عزیزانی که اعلام میکنن که تصویر ما براشون مشکله، صدای ما رو میتونید از طریق رادیوی میهن در حقیقت صدای ما رو دریافت کنید. این و اون دوستانی که مشکل دارن شما هم برز اونا برسونید که ماجرا اینجوریه. گفتگو میکنیم با آقای حسن اعتمادی. پیرامون طبیعیست که مهمترین موضوع این کنگره بوخوم و نشست سکولار دموکرات ها بود و حواشی آن، که به قول مهدی اصلانی گفت این قبل از اینکه خودش رو بسازه دشمنانش خیلی با هم دیگه متحد شدن. بازم کار خوبیه دیگه، حداقل یه درو تونسته که متحد بکنه، کاری انجام شده. اجازه بده که با یه پرسش اساسی بریم سراغ آقای اعتمادی و ازش بخوایم که قدری خودش راجع به خودش حرف بزنه و اینکه آیا بعد یه آدمی تو گذشتش عضو کنفدراسیون بوده یا آیا نکته منفیه برای یه آدم، یا اینکه این جزء یه پرونده حساب میشه یه آدمی است که فکر کرده، تلاش کرده، یه تلاشگر بوده، یه کنشگر بوده. بریم سراغ آقای اعتمادی، وقت رو ضایع نکنیم. پس بنابراین از طرف خودم و شما خوبان و علاقمندان به آقای اعتمادی سلام میکنیم و میخوام ازشون که خودشون یه قدری راجع به خودشون صحبت بکنن و بعد ما بریم بپرسیم ازشون که چطور شد که اصلا تمایل پیدا کردن که وارد این در حقیقت حرکت سکولار دموکراسی بشن. چون ایشون در سال گذشته که در واشنگتن اولین کنگره برگزار شد، ایشون و اخوی گرامشون آقای کوروش اعتمادی هر دو خیلی فعال بودن و نشان فعالیتشون بود که این دوره به ازان همه کسانی که در اون دوره اول شرکت کردن و در این دوره تفاوت خیلی فاحش بود. با این پرسشا میریم سراغ آقای اعتمادی. آقای اعتمادی، من به شما سلام میکنم، میکروفون در اختیار شماست. خوشحال میشیم که قدری خودتون راجع به خودتون برای ما بگید. خواهش میکنم آقای بهبانی، من خدمت جنابعالی و بینندگان و شنوندگان برنامه شما سلام و درود عرض میکنم. متاسفم از اینکه در هنگام سخن گفتن شما یه مقدار لغزش وجود اومد و من تمام کلام و جملات شما رو به طور روشن و کامل نشنیدم، اما در لابلای فرمایشاتتون چند نکته دارم شد که منم متوجه شدم. از جمله همین نکته آخری که فرمودید که چه شد که بنده به اصطلاح جذب جنبش سکولار دموکراسی شدم و احیانا دیگه اشاره کنم در رابطه با مخالفین این جنبش و مسائلی که در حواشی این کنگره بخون منظورم به وجود اومده. امیدوارم اگر نارسایی در پاسخ دادن من وجود داره شما محبت کنید، بعدا سوال مشخصی اگر بود مطرح کنید که من بتونم در تا جایی که امکان داره پاسخ بدم. شاید بهتر باشه از همین سوال شروع بکنید که چه شد که بنده به عنوان یک فعال سیاسی که قبلا از لحاظ ایدئولوژیکی و از لحاظ بسیار گرایش سیاسی هم که میتونم بگم به عنوان یک از فعالان سیاسی و چپ یا سوسیالیست بودم در دیگه نزدیک به 14 گذشته، البته
اما در طی چند سال اخیر به مرور با توجه به مشکلاتی که در فعالیت‌های گروهی و سازمانی و به یک معناش ایدئولوژیکی بتونم بگم داشتم، به این نتیجه رسیدم. البته مانند من بسیار بودن در طی این به خصوص یکی دو دهه اخیر، که ما چه بکنیم که برای رسیدن به اهداف مشترک خودمون، بنده نوعی و بسیاری از فعالان سیاسی دیگر و بسیاری از مردمان کشورمون که خواهان تغییر این حکومت هستن و دنبال شرایط بهتری برای زندگی خودشون هستن، بتونیم در کنار هم قرار بگیریم. طبیعتاً چارچوب‌های معین ایدئولوژیکی هر سازمان و حزبی علارغم این که میتونن اهداف انسانی و اهداف با ارزشی رو دنبال بکنن، اما این محدودیت‌های ایدئولوژیک باعث میشه که بنده نتونم با کسان دیگر، با احزاب دیگر، با سازمان‌های دیگر که احیاناً هدف‌های مشترکی رو با هم داریم، بتونیم با هم دیگه همکاری و یا متحد بشویم و در درون یک جریانی، یک جنبشی، در زیر یک چتر بزرگی قرار بگیریم. به نظر من در طی لااقل این نزدیک 10 سال گذشته، بحث مربوط به جنبش سکولار دموکراسی ایران کم کم تبدیل به یک گفتمان اساسی شد در درون جنبش سیاسی ایران، در درون اپوزیسیون به معنای واقعی. و به همین خاطر بنده مانند بسیاری که فکر میکردم احیانا دیدگاه سیاسی من، افکار و اهداف سازمان یا حزبی که من بهش تعلق خاطر دارم، به تنهایی عنوان یک آلترناتیو میتونه در مسیر فعالیت سیاسی خودش عامل دگرگونی و عامل تغییر وضعیت موجود در ایران بشه، اون رو کنار گذاشتم و تونستم با پذیرش اصول اساسی سکولاریسم و دموکراسی خودم رو در زیر اون چتر قرار بدم. و همونطور که خودتون هم فرمودید، در سال گذشته در کنگره واشنگتن به اتفاق برخی از دوستان دیگر که تعلقات نظری و سیاسی دیگری داشتن، حتی چپ نبودن، لیبرال بودن، دموکرات بودن، مشروطه خواه بودن، به جمهوری خواه یا هر چیز دیگر، تونستیم گرد هم بیاییم در واشنگتن و اولین کنگره خودمون رو برگزار بکنیم که خود جنابالی هم در اون کنگره تشریف داشتید و زحمات زیادی هم برای اون کنگره کشیدید. و در نهایت در پایان اون جلسه یا اون کنگره که متشکل از سکولار دموکرات های یا وقت بگم از دقیقا بخش از سکولار دموکرات های ایران بود، چیزی رو به وجود آوردیم به عنوان جنبش سکولار دموکراسی. انتخاباتی رو اونجا برگزار کردیم و چند نفر از افراد حاضر در جلسه انتخاب شدن که بار سازماندهی و فعالیت های این بخش از سکولار دموکرات های ایران که به هم نزدیک شدن و با هم در صدد همکاری برآمدن رو به دوش بکشه تا کنگره بعد. خوشبختانه در طی یک سال گذشته با تلاش و کوشش جمعی همه مسئولین و اعضای این جنبش، ما تونستیم دستاوردهای دیگری رو هم به وجود بیاریم، از جمله اینکه تونستیم یک مجمعی از سازمان‌های سکولار دموکرات رو با کمک نمایندگان اون سازمان‌ها و احزاب به وجود بیاریم که برخی از اونها اصلا نه در واشنگتن بودن و نه اصلا عضو جنبش بودن، اما خود اون کنگره نخست در واشنگتن به نوعی انعکاس به سر این فعالیت و این نظر رو در بین دوستان دیگر ایرانی ما که در گروه ها و دستجات و سازمان دیگری فعالیت میکردند و جلب کرد و در نهایت این دستاورد هم حاصل شد که ما در طی سال گذشته مجمع سازمان های سکولار دموکرات رو هم دیدیم که شاهدش بودیم که به وجود اومد. و طبیعتا ما هم به عنوان نمایندگان جنبش سکولار دموکراسی به عنوان یکی از اعضای این مجمع در اومدیم و خوشبختانه این مجمع در طی یک سال گذشته با تفاهم هرچه بیشتر و با صمیمیت هرچه بیشتر تونستن این مجمع رو حفظ بکنن، جلسات مرتب و منظم هفتگی داشته باشن در خصوص مسائل و اتفاقاتی که در کشورمون به وقوع پیوست، بیانیه‌هایی رو به همون مناسبت منتشر بکنن. اگر اشتباه نکنم در 4 بیانیه با نام سازمان ها و احزاب مثلا عضو این مجمع منتشر شد و در ادامه اون موفق شد این مجمع کمیته ای رو از درام خودش انتخاب بکنیم که کنگره دوم سکولار دموکرات ها رو در شهر بخوم آلمان برگزار بکنه.
در کنگره دوم خوشبختانه ترکیب شرکت کنندگان و کمیت شرکت کنندگان چشمگیرتر بود و بر اساس گزارش‌ها و به اصطلاح اطلاعاتی که جناب آدم حتما دارید، چرا که در رابطه با کنگره دوم گزارش‌های به اصطلاح امیدوار کننده، گزارش‌هایی که حاکی از به اصطلاح امید ادهی که در گذشته حالا نه عضو مجمع بودن و نه حتی در عضو جنبش، به خصوص این گزارش ها به نظر من بسیار مثبت بود و امیدوار کننده بود و به همین خاطر هم هستش که خوشبختانه ما بعد از بازگشت از کنگره، لااقل بنده به عنوان یکی از اعضا و مسئولین هم مجمع سازمان سکولار دموکرات هم جنبش، با تماس ها و به اصطلاح پیام های صمیمانه بسیاری از فعالان سیاسی شناخته شده کشورمون روبرو شدیم که خواهان این هستن که به جنبش بپیوندن، اگر به صورت فرد هستن و اگر نمایندگی گروه و سازمانی رو گفته دارن به مجمع سازمان های سکولار دموکرات بپیوندن. بنابراین کنگره دوم به نظر من با موفقیت هرچه بیشتر، با امیدواری هرچه بیشتر برگزار شد و نتایجش هم اعلام شد. من اگر فکر میکنید که باید عرضم به حضور شما که الان صدای من فکر کنم به شما خوب برسه دیگه، الان خوب شد. عرضم به حضور شما که من وقتی با آقای دکتر قسیم راجع به این قضیه صحبت میکردم، ایشون خیلی خوشحال بودن و در حقیقت یک شعفی در سخنانشون وجود داشت، ولی من ازشون پرسیدم که حالا جمله ای بشی بگفتی هنرش نیز بگو، حالا که شما همه این محاسن رو میگی معایب رو هم تعریف کنیم که چه عیبی در قضیه دیدی. خب با توجه به سابقه این دوستان که به حال سالها عضو شورای ملی مقاومت بودن، کار تشکیلاتی کردن، کار سازمانی انجام دادن و از این مسائل زیاد انجام دادند و دیدند و حضور داشتند و مشارکت داشتند، یکی از موضوعاتی که مطرح کردیم گفت در این کنگره خیلی دست و عصا را می رفتن و تلاش بر این بودش که نقاط اختلاف زیاد بیرون نزنه. آیا واقعا اینطوری بود؟ یعنی اینکه تلاش شما بر این بودش که اختلاف بیرون نیاد و فقط یه جور هماهنگی با هم دیگه پیش بریم تا ببینیم که عاقبت کار به کجا میرسه؟ ایده هم معتقد بودن که وقت در اونجا بسیار کم بود، یعنی آدما نمیتونستن اونجوری که باید و شاید حرف خود و پیام خودشون رو بیان کنن. میخواستم ببینم که علت این دوتا موضوع چیه از دیدگاه شما؟ من البته مصاحبه شما رو با آقای دکتر کریم قسیم عزیز گوش کردم و شاید در این قسمت، شاید در قسمت پایانی مصاحبه بوده بهش برخورد نکردم، ولی قطعا هم تو که شما میگید این موضوع مطرح شد. ضمن اینکه من اون مصاحبه رو بسیار پسندیدم و نظر جناب دکتر قسیم به عنوان یکی از شخصیت‌های سیاسی کشور ما در خصوص هر مسئله‌ای و هر اتفاقی در جامعه سیاسی ایران به نظر من بسیار اهمیت داره و خوشحالم از اینکه جناب قسیم هم نسبت به این کمیته با حضور دروده خودشون که در همونطور که در اون مصاحبه با شما گفتن تونسته بودن به دقت تمام زوایای مسائلی که در کنگره گذشت رو ببینن و اون رو تعریف کنن. اما در مورد این دست به عصا رفتن ها به نظر من هم درسته، هم شاید برای تعبیر ایشون برای با تعبیری که من از این دست به عصا رفتن دارم شاید متفاوت باشه. تا اونجایی که به اصطلاح بیان نظرات برخورد بیان نظرات با یکدیگر بود، قطعا من این رو میپذیرم که این برخورد نظرها و نقد نظرات هم دیگه به نوعی بسیار محترمانه صورت گرفت و هیچ کسی کس رو متهم نکرد. اگر به طور مثال بنده معتقدم که امروز راهکار اساسی برای مبارزه با حکومت اسلامی ایران یا رسیدن به یک نظام سکولار و دموکرات فرضاً طرح شعار انتخابات آزاد، شاید اگر این موضوع در یک جلسه دیگه در یک کنگره دیگه مطرح بشه، گوینده یک چنین به اصطلاح موضوعی یا یک چنین موضوع سیاسی متهم به اصطلاح گرایشات سیاسی انحرافی و راستوانه بشه به طور کلی. اما در این کنگره چنین اتفاقی نیفتاد و هر کسی آزادانه به حال این فضا رو برای خودش میدید که بتونه اون چی که به نظرش درست میرسه رو بیان بکنه.
اگر این روایت از نظر آقای دکتر قصیم، یعنی این برخورد بسیار صمیمانه و به نوعی شاید بتونیم بگیم که چشم‌پوشی از بیان قضاوت‌هایی که ما معمولا نسبت به هم دیگه می‌کنیم یا به مواضع سیاسی هم دیگه می‌کنیم و در بسیاری از مواقع شاید این قضاوت‌ها بی‌رحمانه باشه، به شاید هم اصطلاح از روی می‌رفتیم از روی نوعی بغض و به اصطلاح اختلافی که ما با هم دیگه در طی تاریخ 13 دهه اخیر داشتیم. هر کدام ما در سازمان‌ها و احزاب گروه‌های مختلف بودیم و گاهی هم اونطور که باید شاید با یکدیگر با صبوری و متانت برخورد نکردیم. به تعبیر بنده به نوعی این دست به عصا بودن شاید به این خاطر بوده، اما در مجموع هیچ کس در این کنگره از بیان نظرات خودش چشم‌پوشی نکرد، هیچ کس از بیان نظرات خودش حتی با اینکه این آگاهی رو داشت بیان این موضوع ممکنه که ادعی رو در اینجا نسبت به بیان این موضوع دچار واکنش بکنه، اما این کار صورت گرفت و خوشبختانه از این بابت مشکلی پیش نیامد. ضمن اینکه همین جب و همین نحوه برخورد باعث شد که در پایان همه به نوعی تمایل رو پیدا بکنن، حالا که یک چنین جمعی، حالا که بهتر بگم حالا که یک چنین تربیت و گرایشی در درون اپوزیسیون به وجود اومده، ما کوشش بکنیم با حفظ این شرایط و این موقعیت ارتباطات خودمون رو گسترش بدیم، ارتباطات خودمون رو ادامه بدیم و بحثایی که با هم داریم بتونیم بیشتر بیان بکنیم، وارد جزئیات بشیم تا اینکه بتونیم نکات مشترک خودمون رو برجسته‌تر بکنیم و بر سر نکات مورد اختلاف نظر بحث بکنیم و برای اونها هم بتونیم راهکاری رو پیدا بکنیم برای نزدیک شدن هر چه بیشتر. بنابراین این یکی از دستاوردهایی بود به نظر من در این کنگره به وجود اومد که برای اولین بار گرایشات مختلف، نحنه‌های سیاسی مختلف بتونن آزادانه نظر خودشون رو بیان بکنن و بدون اینکه بین خودشون مرزهای عجیب و غریبی بکشن. شاید این اتفاق بسیار میمون و مبارکی است به نظر من و این میتونه زمین ساز رشد بیشتر و گسترش بیشتر این فرهنگ و این سیاست و این نوع برخورد بشه در آینده نزدیک و تا ما بتونیم به واقع به اون هدف استراتژیک خودمون که نهایتاً به وجود آوردن یک نیروی آلترناتیو در برابر حکومت اسلامی هست زودتر بتونیم دست پیدا بکنیم. نکته بعدی که خیلی راجبش حرف میزنن، البته از پیشاپیش طی صحبتایی که ما داشتیم با آقای نوریالا و آقای نوریالا در مقاطع مختلف با رسانه‌های مختلف رو این تیکه تاکید کرد که ما قطعنامه نمیدیم، ولی این ندادن قطعنامه الان به صورت یک در حقیقت پیرهن عثمون شده. شما شخص آقای حسن اعتمادی چجوری فکر میکنه؟ آیا باید هر نشستی که انجام میشه حتما از درونش قطعنامه بیرون بیاد یا اینکه لازم نیست، ضرورت نداره، فقط میشه دور هم نشست حرف زد و قطعنامه هم نداد بعدش؟ چجوری فکر میکنی شما؟ آقای بهبانی، به نظرم خیلی نکته جالبی بود. من دنبال فرصتی بودم بتونم نظر خودم راجع به مسئله بگم. ببینید، قطعنامه معمولاً از مجموعه بحث‌ها و گفتگوها و توافقاتی که احیانا حتی اگر اختلافاتی که در یک کنگره و در یک سمیناری بشه که در نهایت مسئولین و برگزار کنندگانش تصمیم بگیرن که قطعنامه صادر بکنن، بر اساس همون مباحث و بحث‌ها و سخنانی که در اون کنگره گفته میشه و مباحثی که گرفته میشه دیگه. خود جناب عالی من تو طرح سوالتون اینو به نوعی مطرح کردید. ببینید، این کنگره خب از ابتدا تا به آخر توسط چند دوربین ضبط شده و تمام کسانی که اونجا صحبت کردن و نظر خودشون رو بیان کردن در این ویدیوها، امروز در خود جناب عالی بخش اون رو زحمت کشیدید و اون رو به اصطلاح توضیح کردید، الان در دسترس همه هم هست. شما می‌بینید در درون این سخنان در رابطه با موضع‌گیری هایی که از سوی تمام شخصیت های سیاسی، حالا چه به عنوان شخصیت اونجا بودن به عنوان فرد و چه به عنوان نمایندگان گرایشات مختلف، سر یک سری مسائل اساسی موضع خودشون رو مطرح کرد. به طور نمونه همشون گفتن که آقا این حکومت اصلاح پذیر نیست. خب این مسئله بود که در طی سالیان گذشته در درون اپوزیسیون بسرش اختلافات بسیار جدی و شدیدی بود داشت که نمیگذاشت ماها به هم دیگه نزدیک بشیم، ولی امروز ما میبینیم که در این کنگره همه به این نتیجه میرسن. کسانی که ممکن از نظر من و شما در طیف جریانات اصلاح طلب بودن، امروز میگن آقا حکومت اسلامی ایران هیچ کدوم از جناهای این حکومت اصلاح پذیر نیست. بنابراین اگر از میکنم این یک نمونه،
نمونه دوم یا مورد دومی که تقریبا تمام کسانی که در این کنگره شرکت کردن معتقد بودن که سکولار دموکراسی به عنوان یک چتر به اصطلاح وسیعی که میتونه شرایطی رو فراهم بیاره تا بعد از سرنگونی و برکناری حکومت اسلامی ایران که همه جریانات سیاسی بتونن آزادانه حضور خودشون رو در جامعه اعلام بکنن، فعالیت بکنن، تبلیغ بکنن و خودشون رو برای به اصطلاح مدیریت جامعه بعد از حکومت اسلامی ایران کاندید بکنن برای انتخاب شدن و در اون جا، در اون چت، زیر اون چت، در اون جامعه، در اون سیستم اجتماعی سیاسی که اینا میتونن حیات داشته باشن. بنابراین پذیرش سکولار دموکراسی به عنوان یک نظام منطقی و اصولی که امروز تجربه تمام جوامع پیشرفته و متجدده در این کنگره از زبان همه شنیده شد و پذیرفته شد به طور نمونه. و نمونه های دیگه اینکه راهکارهایی که ما برای رسیدن به سکولاریسم داریم چگونه باید مورد استفاده قرار بگیره و در هر مرحله‌ای چه راهکاری اصولی و منطقی و در این حال همه مشخص کردن که هدف ما در نهایت رسیدن به سکولار دموکراسی و انحلال یا برکناری یا گذار از حکومت اسلامی. بنابراین اون خودش محتوای قطعنامه رسمی و روشن رو میتونه به اصطلاح اعلام بکنه. حالا این قطعنامه رو ما رو کاغذ نیاوردیم ولی از زبان همه شرکت کنندگان در این کنگره شنیدیم، به صورت مستند در ویدیوهای مختلف وجود داره. من فکر میکنم این دوستان اگر واقعا دنبال ابجویی نباشن، یعنی بهانه‌ای نداشته باشن برای ابجویی های این چنینی، باید بپذیرن که این کنگره علارغم ما از ابتدا گفتیم ما نمیخوایم قطعنامه صادر بکنیم، احتمالا وقتی شما از قبل میگید قطعنامه رو میخوایم این کنگره در پایان صادر بکنه، ممکنه بعضیا فکر بکنن که مانند کنگره ها و سمینار ها و کنفرانس های دیگه در پایان برگزار کنندگان میخوان مواضع سیاسی رو به بقیه تحمیل بکنن تحت عنوان قطعنامه. ما این رو گفتیم این کار رو نمی کنیم، ولی بیایم آزادانه حرفمون رو بزنیم. وقتی آزادانه اومدیم حرفمون رو زدیم و در حرفامون سعی کردیم که به هم نزدیکتر بشیم و سعی کردیم که بر اساس شرایط واقعی سیاسی امروز کشورمون موضع گیری بکنیم، ما عملا به این نتیجه رسیدیم. بنابراین آقای بهبهانی عزیز، قطعنامه ما همون ویدیوهایی است که شما درستش کردید و محتوای همون حرفایی است که در اون قطع در اون ویدیوها به صورت مستند وجود داره که من چند نمونهشو خدمتتون عرض کردم. ممنونم بچه ها. عرضم به حضور شما با توجه به شرایطی که وجود داره، به حال 30 ساله، 35 ساله، 36 ساله یه نظامی اختاپوسوار، یه مش اوباش، ارازلی از در حقیقت طبقه حاشیه شهری، یعنی یه سری لومپن در حقیقت، اینا رفتن سیت گاورمنت رو گرفتن، قدرت رو گرفتن، اون بالا نشستن به ضرب چاقو و اسلحه. مردم خب از این شرایط چه در داخل چه در خارج همه ناراضی هن، منتظرن که بعد از هر نشستی یه مرتبه جمهوری اسلامی سقوط کنه. این توهمی که وجود داره، فهم میکنید چجوری میشه این توهم رو از مردم بگیریم و به جاش راهکار اساسی رو در اختیارش بذاریم؟ تو این زمینه‌ها فکری کردید؟ اصولا خود شما شخصا فکری کردی آیا این کنگره در این جهت راهبردی داره؟ کانونی، نمیدونم کمیته ای، چیزی در این قضیه فکر کردین راجعش داشته باشی؟ چی فکر میکنی؟ بله دقیقاً. خب همونطور که خود شما جناب بهبهانی میدونید، خب واقعیت اینه که جریانات متعلق به اپوزیسیون ایران برای موقعیت و فرصت‌های زیادی رو در 36 سال گذشته از دست داد. ما خیلی زودتر باید به این مرحله میرسیدیم، خیلی زودتر شاید به این پروژه و به این طرح میرسیدیم که به هر حال ما میتونیم زیر چتر سکولار دموکراسی صرف نظر از این که سوسیالیستیم، سوسیال دموکراتیم، مشروطه خواهیم، طرفدار نظام پادشاهی هستیم یا جمهوری خواهی یا هر چه دیگر، میتونیم زیر این چتر سر یک سری اصول مشخص و به اصطلاح مورد قبول با هم دیگه همکاری بکنیم و یک نیروی آلترناتیو بسازیم. همونطور که من در خدمتتون عرض کردم، درست حکومت اسلامی ایران برای به اشارات دقیق شما هم یک رژیم بحران زده، یک رژیم بخشکسته، یک رژیم بدنامه، یک رژیمی است که اکثریت مردم جامعه ایران نسبت به این رژیم به اصطلاح نگاه مثبتی ندارند و خواهان این هستند که هر چه سریعتر این رژیم به هر حال کنار گذاشته بشه. اما بدون تشکیلات، بدون آلترناتیو، بدون امکانات، بدون برنامه و بدون برنامه‌ریزی
طبیعتاً اتفاقی به این سادگی نمیفته و اگرم بخواد بیفته اصولاً اگر برنامه را تشکیلاتی از قبل مسئولیت اداره جامعه اداره کنترل جامعه را نداشته باشه این یک امر خطرناکی است. بنابراین ما میبایست پیش از اینکه بخواد اتفاقی در ایران بیفته، یعنی اتفاقی که بخواد منجر به برکناری نظام بشه، باید سازمان دهی شده باشیم، باید با برنامه‌های مشخص وارد مرحله به اصطلاح مبارزه جدی در برابر این حکومت بشیم. البته ما تا اون مرحله هنوز یه راه نسبتاً درازی رو داریم. از لحاظ زمانی قصد ندارم که بخوام تعیین زمان بکنم، چون که واقعیتش اینه بسیاری از مسائل سیاسی غیر قابل پیش بینی، هیچ کس نمیدونه 6 ماه دیگه در ایران چه اتفاق خواهد افتاد به طور دقیق، یا 1 سال دیگه یا 2 ماه دیگه. ولی ما با علارغم همه این به اصطلاح مصائب و مشکلات و ضعفایی که در گذشته دچارش بودیم، امروز باید به سرعت خودمون رو سازماندهی بکنیم و به همین خاطر در بعد از به اصطلاح برگزاری این کنگره تماس‌های با افراد مشخص، نمایندگان گروه‌های معین، شخصیت‌های سیاسی که همواره به عنوان چهره‌های فعال و به اصطلاح اصلی در درم اپوزیسیون بودن، با گرایشات گوناگون تماس‌های گرفته شده و از اونجایی که ما در گذشته در جنبش سکولار دموکراسی ایران اندیشکده‌هایی رو به وجود آورده بودیم که تعدادی از دوستان عزیز ما به عنوان امنای این اندیشکده‌ها انتخاب شده بودند که در عرصه‌های مختلف توسط به اصطلاح متخصصین و صاحب نظران در رابطه با مسائل اقتصاد، مسائل مربوط به مشکلاتی که در جامعه وجود داره، مسائل بهداشت، درمان، مسائل تغذیه، مسائل آموزش، پرورش، همه اینها در اون اندیشکده ها همونطور که عرض کردم توسط متخصصین تحقیقاتی صورت بگیره و به مرور اونها رو به تبدیل به یک برنامه هایی بکنیم برای شرایطی که میتونه در یک زمان معین اتفاق بیفته برای برکنار کردن این حکومت. ما همه اونها رو فکر میکنیم که در این یک سال توسط برهاد کسانی که در این عرصه صاحب نظر بودن کارهای مقدماتیش رو انجام دادن و این کارها برای کارهاییست که وقت بره و میبایست به دقت در بارش فعالیت صورت بگیره. امروز هم همونطور که عرض کردم با تماس با برخی از دوستان یا بخش اصلی نمایندگان و افرادی که در این کنگره بخوب شرکت داشتن صحبت‌ها و گفتگوهای صورت گرفته، در صدد ایجاد کمیسیون‌هایی هستیم که نتیجه این فعالیت‌هایی که در طی یک سال گذشته جنبش سکولار دموکراسی ایران انجام داد در رابطه با اندیشکده‌هایی که خدمتتون عرض کردم اینا در اختیار این کمیسیون‌ها قرار بگیره و به صورت جمعی‌تر و به اصطلاح وسیع‌تر این کمیسیون‌ها وظایف خودشون انجام بدن. طبیعتاً اون بخش از فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی که هدفش برای رسیدن به یک آلترناتیو در برابر حکومت اسلامی است، اون هم باز به طور مستقل توسط فعالان سیاسی، سازماندهان، اونهایی که تجربه در این رابطه دارن، اونها هم به اصطلاح در حال انجام. یکی دیگه از موضوعات تو همین رابطه در حقیقت که پیوند ارگانیک بین اینور و داخل کشوره و اون رو تحت عنوان اعتماد سازی گاهن آقای نوری‌الله داشت یاد میکنه که باید به این آلترناتیو وچی داشته باشی که اعتماد مردم رو جلب کنه به خودش و این یکی از در حقیقت کلیدهای اصلی ماجراست. تو این زمینه فهم میکنی چه میشود کرد تا اینکه این اعتماد جلب بشه، مردم باور کنن این داستان رو با علارغم همه سمپاشی ها، علارغم این که میدونیم که وزارت خارجه ایران، نه ایران، وزارت خارجه ولایت فقیه تلاش گسترده‌ای داره انجام میده در جهت لابیگری در خارج کشور و این لابی ها مرتباً فعالن و یه بحث در حقیقت این بین این رفسنجانی بهتر از اون یکی بهتر است، این رو دارن به اشتها میزنن. اونا با یه سرمایه هنگفت و امکانات دولتی و اینا دارن این فعالیت ها رو انجام میدن. چجوری میشه با اون مقابله کرد و اعتماد رو این وسط به دست آورد؟ چه راهکاری به نظرت میرسه؟ ببینید، من ضمن اینکه برای فرمایش شما مورد قبول منم هست، یعنی که در طی سالیان گذشته محافل وابسته به جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور عناصر شناخته شده معینی تحت عنوان لابیگری و حتی با نیت به ظاهر خیرخواهانه برای ایجاد ارتباط بین کشورهای غربی به ویژه امریکا با دولت و با حکومت اسلامی ایران خب تلاش کردن، اما نتیجه تمام این تلاش‌ها و وعده‌هایی که داده بودن
که حاصل به هر حال گفتگو، حاصل تماس، حاصل ایجاد ارتباط بین امریکا و ایران، اینا به نفع به اصطلاح هم منافع امریکا خواهد بود، هم به نفع منافع مردم ما و هم در جهت پیشبرد امر دموکراسی به خصوص مسئله نقض حقوق بشر، اینها به هر حال اثرگذار خواهد بود. عملا ما دیدیم که اینطوری نشد، عملا دیدیم که این روابط در مواقع بسیاری به هر حال حتی مذاکراتی صورت گرفته، رفت و آمدهای انجام شده. همین الان بر اساس همین فعالیت‌های به اصطلاح رسانه‌های دولتی وابسته به کشورهای غربی، مجموعاً اون چیزی که بیان می‌کنن میشه این رو ازش نتیجه گرفته گویا در ایران داره توسط مثلا دولت آقای روحانی اتفاقات خوبی میفته و یا گویا از حمایت با حمایت از دولت آقای روحانی ما میتونیم در ایران به نتایج مثبتی هم دست پیدا بکنیم. اما عملا همه اینها حتی برای خود اینا دیگه مورد سواله. همین امروز من همین الان در یکی از خبرها دیدم که دولت آمریکا 5 شخصیت و 20 شرکت دیگه ایرانی رو در لیست تحریم‌های خودش قرار داد. خب این معناش اینه که خود امریکا و خود دولت‌های غربی نسبت به تحولات اساسی و جدی در ایران امیدواری ندارن. همین مذاکراتی که در رابطه با مسائل اتمی ایران داره صورت میگیره، بعد از تمام این تلاشایی که صورت گرفته و بعد از تمام این مانورهایی که جناح‌های حکومتی در ایران کردن برای اینکه نشون بدن که دارن اوضاع رو بهبود می‌بخشن، نشون بدن که دارن ارتباطشون رو با آمریکا و با غرب بهبود می‌بخشن و نزدیک می‌کنن، همه اینا بی‌نتیجه است. تمام گزارشی که در رابطه با مسئله پایین اومدن به طور مثال مشکلات اقتصادی، تورم و غیر ذلک توسط دولت‌های روحانی مطرح میشه، همه اینها واقعیت نداره و اینو خود مردم ایران بیش از هر کس می‌دونن. و وقتی که 1,000,000 رو نمیدونم 100,000 فارغ التحصیل بیکار ما در ایران داریم، وقتی که مسئله بیکاری هر روز شدت بیشتری پیدا میکنه و مشکلات روزمره زندگی مردم هر روز شدت بیشتری پیدا میکنه، اینا نشون دهنده اینه که اوضاع سیاسی کشور ما، اوضاع اقتصادی کشور ما اوضاع وخیم است. بنابراین فعالیت گروه های لابی و تبلیغاتی که در این زمینه صورت میگیره به نظر من نقش دیگری نخواهد داشت. اما اینکه ما چگونه میتونیم اعتماد جلب کنیم، این مسئله در سری سختی، مسئله ساده نیست. در یک چند دلیل، یکم اینکه متاسفانه کمکاری ها و اشتباهاتی که اپوزیسیون در گذشته از خودش نشون داده به نوعی باعث دلسردی شد. اما واقعیت اینه که امروز بخش قابل توجهی از این اپوزیسیون با درس آموزی از اشتباهات گذشته و با شناخت دقیق‌تری نسبت به مسائل امروز کشور ما پا به جلو گذاشته و عملا ما نمونه بارز شد در کنگره بخون میبینیم که چگونه دارن تلاش میکنن این افراد، این نمایندگان گرایشات مختلف اپوزیسیون که به هم نزدیک بشن. این قدم مثبتیه و با توجه من ابتدا خدمتتون عرض کردم همین قدم مثبت امروز ما انعکاسش رو به طور وسیع میبینیم. طبیعتاً انعکاسش از طرف شخصیت‌ها و معاقل سیاسی داخل کشور نمیتونه به صورت رسمی و علنی صورت بگیره. اونا نمیتونن بیان به شرکت کنندگان در کنگره بخم تبریک بگن، اما در تماس‌های فردی و تماس‌های خصوصی خودشون ابراز امیدواری کردن و گفتن که قدم بسیار مثبتی بود و اعلام پشتیبانی کردن و تشویق کردن که کسانی که این کنگره رو در شرکت داشتن و برگزار کردن همین رو ادامه بدن. بنابراین همین یک قدمی که به ظاهر کوچک بود اما بی نهایت اثرگذار بود، در همونطور که عرض کردم در درون اپوزیسیون در خارج از کشور اثرات بسیار مثبتی رو گذاشت. همین الان که من با شما صحبت میکنم رایزنی‌های جدیدی شروع شده خارج از اون طیف بسی که در کنگره بخم شرکت کرده بودن، با طیف‌های دیگه ما در مشغول رایزنی هستیم، اعتماد بیشتری به وجود اومده. نکته بسیار درستی بود که شما بهش اشاره کردید، مسئله به وجود اومدن اعتماد در سطوح مختلف باید صورت بگیره. ابتدا این اعتماد باید در درون خود جامعه سیاسی و روشنفکری به وجود بیاد و من و شما احساس امنیت بکنیم که در کنار یک دیگر اندیشه دیگر میتونیم با هم صحبت کنیم، گفتگو کنیم و برای رسیدن به هدف مشترکمون دنبال راهکار مشترکم بگردیم. ما همه سکولار دموکرات ها در برای رسیدن به اون به اصطلاح هدفمون به راهکارهای متفاوت اعتقاد داشتیم. امروز ولی داریم تلاش میکنیم راهکارامون رو
حتی اگر نمیتونیم یکی بکنیم، ولی شرایطی رو فراهم بیاریم که از هر کدوم از این راهکارا در زمان و شرایط مناسب خودش استفاده بکنیم، برای اینکه بتونیم یک قدم به جلو بریم. بنابراین خود این تفاهم کردن در مرحله اول روحیه فعالان سیاسی رو بالا میبره و با بالا رفتن روحیه سیاسی و اعتماد سیاسی در بین اپوزیسیون ایران، متقابلا تاثیرش رو روی جامعه ایرانی در خارج کشور میذاره، به مرور تاثیرش رو روی جامعه ایرانی در داخل کشور میذاره و طبیعتا ما در اون دوره در اون لحظه که باید امکانات بیشتری داشته باشیم که این ارتباط و این تحول سیاسی و این به اصطلاح امیدواری هایی که به وجود اومده رو به اطلاع هموطنانمون بدونیم، بتونیم اون اعتمادی که شما به درستی بهش اشاره کردید رو بتونیم بازسازی کنیم، بتونیم به وجود بیاریم تا بتونیم اون نقش اساسی خودمون رو برای تغییر بنیادی اساسی در جامعه به وجود بیاریم. برای رسیدن به این ماجرا ما با آقای روحانی هم که صحبت میکردیم همین موضوع مطرح شد. برای رسیدن به این نقطه خب تامین مالی یکی از شرایط اصلیشه. تو این زمینه چه میتوانید بکنید؟ چه کردید؟ برای اینکه خب اینجوری که رفتیم با صرفه‌جویی کاری کردیم و اینا خب انجام شد، ولی بها پول موضوع اصلیه. اینو چجوری فکری براش شده؟ کاری براش میکنید؟ فکری در این زمینه انجام شده؟ بالاخره نمیدونم اگه میشه راجمی حرف بزنیم. خواهش میکنم. ببینید جناب بهبهانی، اولا ما در این کنگره ثابت کردیم که میشه 150 نفر آدم رو از افسانوقات جهان در یک شهری در اروپا جمع کرد و هر کسی با هزینه خودش بیاد مسئولیت برگزاری این کنگره رو به عهده بگیره، اگرچه ما به عنوان اون کمیته که به نوعی سهم بیشتری داشتیم برای برگزار کردن این کنگره، بدون اینکه از لحاظ سیاسی سهم ویژه برای خودمون فائل باشیم، چون ما معتقدیم هنوز کسایی که تو اون کنگره شرکت کردن اون کنگره رو برگزار کردن، ما فقط نقش برنامه‌ریز و تدارک کننده به اصطلاح این کنگره بودیم. اما نشون دادیم، حالا بخواستم اینو بگم که ما با توجه به پرداخت حق عضویتامون که در مجمع سازمان‌های سکولار دموکرات اون رو پذیرفته بودیم، همچنین در جنبش مبلغ بیشتری رو بابت هزینه‌ها پرداختیم. اما واقعیت اینه که اگر ما می‌خواستیم هزینه این کنگره رو بدیم، به هیچ عنوان قابل بسیار نه تصور بود و نه قابل اجرا بود. اما واقعیت اینه که شما به درستی اشاره کردید، مبارزه جدی کردن برای تغییر یک حکومتی مانند حکومت اسلامی ایران طبیعتاً احتیاج به امکانات مالی قابل ملاحظه داره. اما این امکانات مالی قابل ملاحظه رو امروز ما احتیاج نداریم. به چه دلیل احتیاج نداریم؟ به این دلیل که هنوز ما اون نیروی آلترناتیو واقعی که میخواد به طور منظم و به طور جدی وارد مرحله مبارزه برای تغییر رژیم در ایران باشه، اون به وجود نیومده. هدف ما این هستش که ما بتونیم اون آلترناتیو رو بسازیم. زمانی که اون آلترناتیو به وجود بیاد، قطعاً شما مطمئن باشید و میدونم که این رو میپذیرید که اون زمان تمام دنیا صف خواهند کشید که کمک‌های داوطلبانه خودشون رو به این نیروی آلترناتیو بکنن تا اینکه اینها بتونن در برابر این حکومت به مبارزات خودشون ادامه بدن و تغییرات اساسی در هم به وجود بیارن، رژیم رو کنار بزنن و برای انجام این کار اون نیروی آلترناتیو و اون نیروی اپوزیسیون احتیاج به کمک‌های مالی زیادی خواهد داشت. اما امروز چون ما اون آلترناتیو هنوز نساختیم، بنابراین ما وارد این بحث نمیشیم. اگرچه خود جناب عالی میدونید که ما در همین حدی هم که هستیم احتیاج به امکانات مالی بیشتری از اون چیزی که به هر حال در اختیار خودمون هست داریم، اما به هر دلیلی فکر میکنیم که درست نیست که ما این رو بخوایم از خارج از توان خودمون به مراکزی یا به منابعی حتی به هموطنان خودمون به طور مستقیم مراجعه بکنیم. اگرچه در رابطه با همین کنگره برخی از هموطنانمون کمک هایی رو کردن که این کنگره بتونه مشکلات اقتصادی خودش رو برطرف بکنه، اما برای انجام کار جدی تر دیگه طبیعتاً کمک های مالی چند هموطن کافی نیست. اگرچه جناب بهبهانی، من واقعا معتقدم اگر ما به شرایطی رو که امروز در نظر داریم، یعنی بهش برسیم، نزدیک بشیم، یعنی به اون نقطه‌ای که نیروی سیاسی، نیروی آلترناتیو یا نیروی جانشین مناسبی درست بشه، من قطعا مطمئنم حتی با کمک های مالی هموطنانمون
همین حد از هموطنانی که در خارج از کشور هستن و بسیاری از هموطنانی که در ایران هستن وضعیت مالی مناسب دارن اما این حکومت رو نمیخوان. اونها مگر امیدوار به این مسئله بشن که در خارج از کشور یک نیروی با کمک و تأیید جریانات سیاسی داخل ایران بخش از اپوزیسیون در اونجا هستن اگر تشکیل بشه اونها هم کمک های خودشون بردن. بنابراین تا رسیدن به اون مرحله من فکر میکنم که ما باید متکی به خودمون باشیم، با همین امکانات اندکمون تلاش بکنیم تا اینکه شرایط رو به اون سمت نزدیک بشه. خوشحالم که این نکته آخری رو شما اشاره کردید، وگرنه میترسیدم اکبر گنجی زودی بوده یا آقا بگه که آقا شما دارین کلنگی میکنین و میخواین سوار تانکا بشین و با پول راستا برید و از این حرفو برامون بگه. اما از این ماجرا بگذریم، موضوع مهمی که باز در حاشیه است و خیلی جنجال بر سرش میکنن این است که میگن که اینا یه مش آدمای تجزیه طلب بودن رفتن اونجا و این بحث فدرالیسم رو در حقیقت با تجزیه طلبی اینا آلودش میکنن و خب همواره ما این سوال رو مطرح میکنیم که اگر که شما این رو نمیخواهید در مقابلش چه آلترناتیوتون چیه، چه جایگزینی دارید. و من همیشه ازشون دعوت کردم که بیاید اینجا بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، ولی متاسفانه خب نمیان اینجا حرف بزنن، فکر میکنم حرفی ندارم بزنم، فقط جنجال میکنن. این ماجرا از کجا نشأت میگیره؟ آیا شما به دنبال تجزیه ایران هستی؟ یعنی اصلا فکر میکنی که فدرال شدن ایران با توجه به شرایطی که در عراق وجود دارد و مسائلی که داریم میبینیم و در سوریه و این ور اون ور و این سردرگمی جهان غرب در تعامل با منطقه خاورمیانه، فهم میکنی که آیا ایران رو به سمت یک شرط تجزیه میبره اگر ما بگوییم که ایران فدرال میخواییم؟ چجوری میبینی صحنه رو؟ بله ببینید آقای بهبانی، اولا من این نکته که شما اشاره کردید که خیلی مهمه، یعنی با توجه به شرایطی که الان در منطقه خاورمیانه وجود داره و جریاناتی مانند داعش یک چنین فجایعی رو به طور روزانه داره پیش میاره و همه منطقه رو به نوعی به خطر انداخته، خود این مسئله باید هر ایرانی رو با توجه به مشکلات و بحرانی که در داخل کشور ما هست، به خصوص در مناطقی که اقوام ایرانی به طور معین با دین غیر رسمی که حکومت اسلامی ایران در نظر گرفته به عنوان مسلمانان شیعه، اینا میتونن مورد سوء استفاده دشمنان ایران قرار بگیرن، حداقل بخشای از این مردم میتونن به دلیل سختیایی که متحمل شدن در این 3-4 سال به خاطر فشارها و محدودیتایی که حکومت اسلامی بر روی اونها آورده و به خاطر بی‌اعتنایی که به خواسته و مطالبات اونها داشته و اچافی که به حقوق اونها در تمام عرصه‌ها شده، عدالت فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، این بر هیچ ایرانی پوشیده نیست. هیچ ایرانی نمیتونه بگه امروز مردمان بلوچ با مردمان مناطق مرکزی ایران حقوق برابر دارن. هیچ کس نمیتونه بگه اون امکانات و اون به اصطلاح رفاه نسبی، رفاه که چه عرض بکنم، برها اون حداقل‌هایی که هموطنان ما در شهر تهران در اختیارشون هست، به طور مثال در بلوچستان و یا در مناطق عرب نشین استان خوزستان ما همون امکانات وجود داره یا در روستاهای دورافتاده کردستان. این اجحاف همیشه وجود داشته، این تبعیض همیشه وجود داشته و امروز با توجه به بحرانی‌تر شدن هرچه بیشتر منطقه، این اجحافات و این بی‌حقوقی ها نسبت به اقوام مختلف، نسبت به ادیان غیر رسمی از نظر رژیم اسلامی و حکومت اسلامی ایران، مستعدن که بتونن به اصطلاح در یک چنین مسیری قرار بگیرن. بنابراین وظیفه ما به خصوص کسانی که امروز ادعا میکنن که مسئله حفظ تمامیت ارضی براشون اهمیت داره این هستش که بیشتر از هر دوره دیگر و بیشتر از هر زمان دیگری کوشش بکنن با هموطنان خودشون که در ایران به این صورت از طرف حکومت اسلامی ایران مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، ابراز همدردی بکنن، کمک بکنن که اونها بتونن یک احساس امنیت لااقل برای آینده با نیروی سیاسی که در آینده میخواد سرنوشت کشور رو به دست بگیره پیدا بکنن و داشته باشن. ماها همه به عنوان کسانی که امروز در گروه ها و سازمان های مختلف فعالیت سیاسی میکنیم
بخش اساسی از اون جامعه هستیم که هموطنان به اصطلاح سنی ما، هموطنان بلوچ ما، هموطنان کرد ما، هموطنان عرب ما در خوزستان انتظار دارن که ما نسبت به اونا همدردی و همدلی داشته باشیم. ما در جنبش سکولار دموکراسی ایران و در مجمع سازمان های سکولار دموکراسی ایران به این مسئله توجه داریم، چون میدونیم که این مسئله حادی است و باید بهش توجه کنیم. اگر توجه نکنیم تمامیت ارضی ایران میتونه به خطر بیفته. و خوشبختانه خودش جناب عالی هم چون مسائل مربوط به جنبش سکولار دموکراسی رو میدونن که به دقت تحقیق میکنید، میدونید ما امروز موفق شدیم در مجمع سازمان های سکولار دموکرات نمایندگان هموطنان بلوچ خودمون و نماینده هموطنان ترکمن خودمون رو و برخی از دوستان کرد خودمون رو در کنار خودمون داشته باشیم. و این و در خود همین کنگره شما ببینید برجسته ترین شخصیت ها و نمایندگان گروه های سیاسی قومی و ملیتی در اونجا شرکت داشتن. در همون کنگره شما به ویدیو و سخنرانی اینها رو تماشا بکنید، بیشتر از هر کسی دیگر به اصطلاح اعتقاد خودشون رو، وفاداری خودشون رو به مسئله حفظ تمامیت ارض ایران اعلام کردن. این نهایت بی‌انصافیست، نهایت بی‌مروتیست که ما در برابر کسانی که نمایندگانشون امروز در کنگره گفتون میاد و به این صراحت وفاداری خودش رو به حفظ تمامیت ارض ایران اعلام میکنه، ما اونا رو متهم بکنیم به تکیه طرف. و ماهایی که در طی این چند سال اخیر تلاش کردیم که در کنار این هموطنانمون باشیم، با اونا اعلام همدردی بکنیم و بگوییم که ما خواهان تحقق یافتن حقوق حقی همه ایرانی هم هستیم، صرف نظر از این که بلوچ باشن، کرد باشن، عرب باشن، آذری باشن یا هر چیز دیگر، ما در کنار شما هستیم که این حقوق تامین بشه و برآورده بشه. آیا این به معنی نیستش که واقعا ما قصد تجزیه ایران رو داریم؟ من متاسفم از این که برخی از هموطنان ما به خصوص اون دسته از کسانی که خودشون رو سیاسی و آگاه میدونن بدون مطالعه، بدون دقت و بدون مسئولیت نسبت به یک چنین مسائلی برخوردهای غیر سنجیده میکنن و خود همین برخوردهای ناسنجیده باعث خواهد شد که بین ما تفرقه به وجود بیاد. و همه تلاش ما اینه که هم به اون دوستان برخورد منطقی داشته باشیم و متقاعدشون کنیم یا حداقل متوجهشون بکنیم که برخوردهای این چنینی شما اونم در یک چنین شرایطی دامن خواهد زد به افتراق بین دستجات و گروه های مختلف ایرانی و به خصوص بین گروه هایی که وابسته قومی یا ملیتی به یک معنای دیگر دارن. بنابراین من فکر میکنم این برخورد کاملا غیر سیاسیه و من امیدوارم این دوستان به خودشون بیان لااقل با مسئولیت بیشتر نسبت به این مسئله صحبت بکنن و موضع گیری کنن. متشکرم. عرضم به حضور شما یکی از دستاوردهای در حقیقت اینو مسعودم اینجا به ما اشاره داد، از مسعود ممنونم با ایمیلش، یکی از دستاوردهای این کنگره این بودش که بشکنیم اون جو بیا با من رو بشکنیم و به جاش بیا با هم رو مستقر کنیم، به اون دور اون محور بیشتر دور بزنیم که بیاییم با هم به جای اینکه بیا با من بریم با هم یک کاری رو انجام بدیم. برنامه بعدی چیست؟ همین دوباره یه بار دیگه بشینیم سال دیگه دوره همین دور هم جمع شیم هم کار بکنیم، چه برنامه پیش رو چیست؟ چه برنامه دارید برای آینده؟ و اینکه اجازه بدید اینم بگم که خب الان خیلی خوبه که ما دور هم جمع بشیم، مشروطه پاس بداریم و یک در حقیقت جریانی باشه که بشود سال یک بار سکولار دموکرات ها دور هم دیگه جمع بشن، خیلی جشن خوبی است. ولی آیا اینکه از امسال تا سال آینده فاصله زیادی است، به هر حال این الان گل کرده یه جوری، باید اینو بهش بدمیم که در حقیقت برافروخته شود. اگر صبر کنید تا سال آینده این یواش یواش خاکسر روش میشینه و هیچی خاموش میشه. اینو چه تمهیدی دارید برای این کار؟ چه طرح و آینده‌ای داره این برنامه؟ بله جناب اخوانی، همچون که خدمت کنند کردم به قول شما بعد از سرده در کنگره برگشتیم شروع کردیم به دمیدن، یعنی تماسا و ارتباطات خودمون رو با اغلب اون شرکت کنندگان یا بخشی از اون شرکت کنندگانی که معمولا به عنوان نماینده گروه های خودشون پیگیر ماجرا میشن، پیگیر این مفاهیت میشن، تماسا رو برقرار کرد.
و در صدد به اصطلاح تشکیل یک کمیسیونی هستیم که مجموعه اون اتفاقاتی که در کنگره بخوم افتاد، مجموعه مباحثی که در اونجا انجام گرفت و مجموعه اون نکات مشترکی که بیان شد، وقتی ما همه میگیم یاها ما امیدی به اصلاح این حکومت نداریم، این دستاورد کمی نیست، این به اصطلاح موضوع سیاسی کم اهمیتی نیست. بنابراین ما تلاشمون این بود و این هست که بر سر این نقاط مشترکی که داریم کمیسیون رو تشکیل بدیم به فوریت، که الان در مرحله تدارکش هستیم، در مرحله گفتگو هستیم به این کمیسیون چه کسانی در شرکت داشته باشن، چه تعداد باشن، تاریخ تشکیلش کی باشه و به طور مشخص روی کدام یک از نقاط مورد اشاره و مورد بحث در کنگره کار بکنیم و اونها رو به نتیجه برسیم. بنده کاملا با شما موافقم. ما از این کنگره تا کنگره بعد که من نمیدونم در کجا و در چه تاریخی برگزار میخوام، میدونم در چه تاریخی در سالگرد انقلاب مشروطه ایران برگزار خواهد شد، ولی نمیدونم کجا. اگرچه در همین کنگره دوستانی که در این کنگره شرکت کرده بودن خودشون پیشنهاد کردن کنگره بعدی رو در فرانکفورت بگذاریم، ولی اینکه سیر حوادث ایران به شکلی خواهد شد که این فرصت رو به ما بده که با کنگره بعدی رو در فرانکفورت بذاریم یا نه، این رو نمیدونم و قصدم ندارم که ایجاد توهم بکنم و یا شعارگونه سخنی گفته باشم که بگم کنگره بعدی در تهران یا در شیراز برگزار خواهد شد. اما تلاش ما اینه که تا کنگره بعدی یا در بین این کنگره تا کنگره بعدی اقدامات مؤثری رو انجام بدیم برای هرچه نزدیک شدن، هرچه به اصطلاح همگام شدن نیروهای مختلفی که امروز در اون کنگره شرکت کردن و خارج از اون نیروها هم که در کنگره بودن که به یک معنا بیش از 70% از نمایندگان اپوزیسیون ایران در این کنگره، ولی ما تلاشمون اینه که اون 30% هم که به هر دلیلی نیامدن اونها رو متقاعد کنیم، باز نه اینکه متقاعد کنیم، متوجه این اهمیت این موضوع بکنیم که اگر شما با ما مخالفید، اگر بر سر مسئله سکولاریسم و دموکراسی، سکولار دموکراسی مشکلی دارید اشکالی نداره، ولی اگر شما حداقل میخواهید که حکومت اسلامی ایران برود و در فردای رفتن این حکومت یک دولت موقت، یک جریانی وجود داشته باشه که مملکت رو بتونه اداره بکنه به طور موقت و این اجازه و این حق رو برای همه قائل باشه، این دولت موقت که در این پروسه پیشرفت کارها هر کسی بتونه فعالیت بکنه، خودش سازماندهی بکنه، تبلیغ بکنه برای گروه خودش، حزب خودش، مانند سایر کشورهایی که در دنیای متجدد امروز عمل میکنن، تا اون مرحله ما بتونیم برنامه ریزی بکنیم، با همدیگه قول و قراری داشته باشیم و اینها رو روی کاغذ بیاریم که طبق اون توافقاتی که به عمل میاد قدم به قدم بتونیم پیش بریم. من امیدوارم که از این کنگره تا کنگره سال بعد در سالگرد انقلاب مشروطه برگزار میشه ما بتونیم دستاوردهای بیشتری داشته باشیم، نتایج کاری بیشتری داشته باشیم و در یک برنامه‌ای که با شما داریم این گزارش رو در برنامه شما هم بدیم. این رو به عنوان آخرین پرسش مطرح میکنم، قول میدم دیگه وقت شما رو پیش از این نگیرم. تمنا میکنم، خواهش میکنم. ارزم به حضور شما، نقص کار چه بود؟ خب خیلی سخته، چون من یکی از مسئولین گروه تدارکات این کنگره بودم و میدونم که چندین ماه برای این کنگره زحمت کشیده شد. تک تک این آدمایی که اونجا شرکت کردن یک شبه خوابلوا نشدن دیگه. ضمن این که من اینجا به اصطلاح وظیفه خودم میدونم که از جناب نوری‌الله سپاسگزاری بکنم، چون در انجام این کار، برای انجام این کار تلاش بسیار زیادی کردن، تلاش شبانه روزی. لااقل من یکی از کسانی بودم که مانند سایر اعضای مجمع سازمان سکولار دموکرات که در کنار ایشون تلاش کردن که به هر حال سهم کوچکی از این فعالیت گفتی داشته باشم. بنابراین سخته که من بگم اشکالش چی بود. حالا اشکالاتی اگر بود که بود، بیشتر در زمینه شاید مثلا کار فنی و تدارکاتی این دو چیزا بود که خوشبختانه همه دوستان، اگر اونجا اگر یک میکروفونی کار نمی‌کرد هیچ وقت اعتراض نکرد و سعی کرد با همون میکروفون هر کسی بیاد به نوبت صحبتش بکنه و اگر احیانا سالون شاید مناسبی نبود از لحاظ به اصطلاح انعکاس صدا در اون، هیچ کس اعتراض اونطوری به صورت جدی نکرد، یعنی میدونستن که ما این امکانات اون در این حد بوده، تلاش کردیم بهترین
بهترین رو انجام بدیم. فکر میکردیم بهترین سالن رو داریم میگیریم، فکر میکردیم که از دوستانمون بهترین نفت پذیرایی بکنیم، ولی حتما در کمبودای وجود داشته که به نظرم اینا اصلا مهم نیست. مهم این بود که ما جریانات سیاسی، آدمای سیاسی با گرایشات مختلف از نهادهای مختلف صمیمانه و دوستانه اونجا با هم دست دادیم، روی همدیگر رو بوسیدیم، دو روز با خوشرویی با هم صحبت کردیم، به هم بی احترامی نکردیم، همدیگر رو به اصطلاح ارزش‌های به اصطلاح همدیگر رو پاس داشتیم و به هم هم قول دادیم که ما این کار رو با هم ادامه میدیم. اگرچه با هم اختلافاتی هنوز داریم، ولی به دلیل این صمیمیت ها، به دلیل این روحیه خوبی که در این کنگره وجود داشت و این اعتمادی که به قول شما تونستیم بین خودمون به وجود بیاریم، میدونیم که میتونیم با هم دیگه قدم های مثبت دیگر و قدم های بزرگتر دیگر رو برداریم. به نظرم این نتیجه و این دستاورد به قدری بزرگ بود، به قدری با ارزش بود که ضعف های دیگر رو به نظرم پوشوند و کسی متوجه اون ضعف ها نشد. به راستی پیشنهاد میکنم برای جلسات آینده شما عزیزان و بزرگان حداقل یه 4 روز 5 روز زودتر برید به اون محل برگزاری که این مشکلات شما 6 تا 7 تا میکروفون روی میز بود ولی شما مشکل میکروفون داشتید. اگر مثلا به نظرم 3-4 روز جلوتر کسانی اونجا بودن شاید این مشکلات رو میتونستیم حل بکنیم. به هر حال من آقای نوری الان 3 روز جلوتر اونجا بودیم، ولی خب ما به دوستانی که مسئول اون کارا بودن صددرصد اطمینان داشتیم کارشون رو خوب بکنم، ولی اونا هم حتما با مشکلاتی برخورده بودن. برای ما وظیفه و کار خودمون و حساسیت خودمون رو تو همه زمینه ها سعی کردیم نشون بدیم. بنده لااقل دکتر آقای نوری الله تمام این نکات رو در نظر داشتیم، ولی با این همه جناب اخوانی عرض کردم ضعفایی که اونجا وجود داشت اصلا به چشم نیامد، به خاطر اینکه آدمایی که اومده بودن هدفهای بزرگتری رو داشتن، اینها رو سعی میکردم ندیده بگیرم. بسیار ممنون و متشکرم از حضورتون. امیدوارم در فرصت دیگر با شما گفتگو بکنیم و با در حقیقت به موضوعات دیگه بپردازیم، چون میدونم که شما قوه تحلیل خوب داری از شرایط. ازت دعوت میکنم که در فرصت دیگر به موضوعات منطقه و ایران بپردازیم. از حضورت سپاسگزارم. متشکرم. با کمال میل آقای بهبهانی عزیز، منم از شما و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون تشکر میکنم و بهتون شب خوش و روز خوش. متشکرم. به هر حال گفتگوی با آقای حسن اعتمادی، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشه. درنگ کوتاهی میکنیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم. مرسی. Thank you.